نقد و نظر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله و على آله آل الله و على اعدائهم لعنت الله. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و از برنامه نقد و نظر و با موضوع نقد صحیح بخاری در خدمت شما هستیم. سلام علیکم عزیزان بیننده. چند جلسه است که صحیح بخاری رو به کاوش و بررسی گرفتیم و تا حدودی به ریشه های این کتاب دست یافته ایم. اعتبار حدیث و اعتبار کتاب حدیثی به راویان آن است، راویانی که در سلسله اسناد احادیث صحیح بخاری آمده اند آنقدرها هم که می گویند معتبر نیستند. این موضوع گفتگوی ماست با حضور حضرت آیت الله موسوی زنجانی و برنامه نقد و نظر تقدیم به روح مطهر حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان آغاز میکنیم. از طرف شما عزیزان بیننده و خودم حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت خیلی الله. خوش آمدید و متشکر هستیم. بفرمایید. بنده هم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی و همچنین محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند. علیکم السلام و رحمت الله. همونطور که اشاره فرمودید ما در صدد این هستیم از طریق متون مورد قبول علمای رجال اهل سنت به اعتبار صحیح بخاری نگاهی داشته باشیم. بله. فضای مربوط به اهل سنت هست، کتاب ها مربوط به اهل سنت هست، علمای مورد نقل بله مربوط به اهل سنت هست، داوری هم از طرف اهل سنت هست. فقط ما به عنوان یک طلبه شیعه نقل می کنیم آنچه که علمای اهل سنت گفتند. نتیجه بحث ما هم این خواهد بود صحیح بخاری و بقیه 5 کتاب دیگر معتبر اهل سنت، عمدتا وهابیت، این است که خودشون معرفی کردن و ما هم نظر آقایان را قبول میکنیم. به فرض قبول میکنیم که آقا اینه حقیقت، همان است که شما میفرمایید. حاصل چه خواهد بود؟ اینکه صحیح بخاری یکی از ضعیفترین کتاب ها و متون دینی مسلمینه. 30 نفر از راویان بخاری، یعنی روایتی که بخاری اون را گرفته از شخصی، بخاری از اون شخص روایت را گرفته گفته صحیحه، این آقا 30 نفره. عبدالله ابن زید ابن عمر ابو قلابه جرمی، این شخص کسی است که هر 6 کتاب معتبر وهابیت از او اخذ حدیث کردن، یعنی اعتبارش در این حده. حالا ببینیم، قال فی میزان الاعتدال، در میزان اعتدال که کتابی است مربوط به یکی از شخصیت‌های بزرگ رجالی اهل سنت، ایشون در جلد 4 صفحه 103 نوشته مدلسون دست می‌برده به سند روایات جابجا می‌کرده، ضعیف را برمی‌داشته، صحیح را جای اون قرار می‌داده. امن لحقهم و من و عمن یا و من لم یلحقهم کان له صحف یحدث فیها و یدلس. ببین چند تا صفت داره. میگه این مرد که بخاری از او اخذ حدیث کرده و مسلم و بقیه، اولا به سند دست میبرده، خیانت میکرده، مدلس بوده، از کسی که دستش میرسیده به اون و کسی که اصلا او را ملاقات نکرده بود، از همه اونها چی؟ مثلا لاحق بیشون، یعنی کسانی که ارتباطی با اون
نداشته، اخذ حدیث میکرده و دارای صحیفه هایی و دارای کتبی بوده، در اون حدیث جمع میکرده، ثبت میکرده و یدلس، مشغول چی؟ جابجا کردن سند بوده. این آدم یکی از طرق صحیح بخاری و مسلمه و بقیه کتب. قال فی تهذیب و تهذیب، قال الاجلی، در تهذیب و تهذیب میگه اجلی می نویسد یا می گفته کان یحمل علی علیه السلام. کانه به معنای چیه در این نوع تعبیرات؟ استمرار. بله استمراره. داشته همواره به علی اهانت میکرده. بارها گفتم اصلا ما تعجب نمی کنیم، صحیح بخاری کوشش میکرده، اینگار کوشش میکرد از کسانی اخذ حدیث کنه که نوعی دشمنی با علی علیه السلام داشته. ولم یرو عنه شیئا، میگه از علی ابن ابی طالب هیچی نقل نمیکرد و به علی اهانت میکرده. ولم یسمع من ثوبان، این همه حدیث هم که ثوبان نقل کرده از او هیچی نشنیده. یعنی چیه؟ دروغ. مدلس بوده. بله دروغ بوده. اما بخاری چه گفته درباره این آقا؟ در تاریخ بخاری نوشته است که رجل صالح، مرد نیکوکاری است، مرد نیکویی بوده، صالحی بوده. اوضاع اینه، کتاب ها از اهل سنت، قضاوت هم و داوری هم از اهل سنت. گناه ما این است که ما حقیقت را نقل می کنیم. 31 راوی مورد اعتماد جناب آقای بخاری، پرونده عملیشون اینه. اولا بخاری، ابو داود، ابن ماجه، نسائی از او اخذ حدیث کردن، یعنی ترمذی و مسلم از او اخذ حدیث نکردن. نسائی 1، خود بخاری 2، قابل توجهه، خود بخاری هم 2 که اینا تضعیف کرده بوده. ابن عدی، ابن معین، یحیی القطان، ابو داود، ابن مدینی، ابن البرقی، همه ایشون رو کوبیدن، گفتن آقا این آدم قابل اعتمادی. اسم این راوی رو نبردید حضرت استاد؟ ها، عباد ابن راشد البصری البزا. بله آقا، 31 راوی مورد قبول و اعتماد آقای بخاری عباد نمیشه، عباد ابن راشد البصری البزار هست. که حالا اینم اضافه کنم، و قال ابن حبان یأتی بالمناکیر عن المشاهیر حتی یسبق الى القلب انه المعتمد فبطل الاحتجاج به. اولا نسائی گفته ضعیفه، خود بخاری در کتاب از ضعفاء الصغیر ازش نقل شده 214 صفحه گفته این آقا ضعیفه، ابن عدی تضعیف کرده، ابن معین تضعیف کرده، یحیی القطان تضعیف کرده، ابو داود تضعیف کرده، ابن مدینی تضعیف کرده، ابن برقی او را کوبیده. نهمی هم آقای ابن حبانه، ایشون گفته است که روایات غیر قابل شناخت، یعنی احد این روایت را از پیغمبر نشنیده بوده، روایات غریبه ای را از مشاهیر نقل میکرده. بله. این هنره ها، یعنی دروغ را طوری درست میکنه، میگه حتی یسبق الى القلب انه المعتمد. بله. خواننده فکر میکرد که این روایت دیگه روایت چیه؟ معتمدیه، چون از فلانی داره نقل میکنه، لذا فبطل الاحتجاج به. استناد کردن، احتجاج کردن به روایات چون این شخص مدلس ناخلفی چی؟ احتجاج به اون درست نیست، باطله. استاد ابو حاتم حرف قشنگی داره، میگه زیل همین اسم میگه چرا باید بخاری این نام رو جزو ضعفا بیاره؟ خود بخاری که کتاب صحیح بخاری رو نوشته یه جا اون رو جزو ضعفا آورده، نکوهش کرده، میگه چرا اون رو جزو ضعفا آورده، حالا اومده توی کتاب خودش به عنوان یک شخصیت سند و معتبر استفاده کرده؟ تناقض. تا این حد این تناقض قول عمل. بله در کتاب در قول گفته ضعیفه، عملا از اون نقل حدیث کرده. بله. کتاب از ضعفای خود بخاری اسم ایشون آمده. بله. در کتاب المجروحون جلد 2 صفحه بله 163 این مطلب آمده که این آقایان همه ایشون رو از رده خارج میدانن
که بخاری آورده روایات چنین شخصی را حجت معرفی کرده، گفته صحیح. خب اگر مسلمین به این روایت عمل کنند، به روایت این آقا، روز قیامت حال بخاری چه خواهد بود؟ بدعت اون روز شما نقل فرمودید، پیغمبر فرموده صلوات الله علیه و آله، گناهان با توبه بخشیده میشه الا بدعت، که با گذشت زمان مردم به اون بدعت عمل میکنن و گناهش به اون آقای بدعتگذار میرسه. نقل از ضعفا و مجروحین چیزی است که داره تثبیت میشه، اسمشو گذاشته صحیح. ایها الناس بیایید به این کتاب من عمل کنید، که اشاره فرمودید در یک جلسات که ایشون از کسان نقل میکرده جلاد بودن، زنان را سینه هاشون آویزان میکردن، زندانبان بودن، شکنجهگر بودن، کذاب بودن، آدمکش بودن. نفر 32 از راویان صحیح بخاری و 5 کتاب دیگر، تکلیف اونها هم روشن بشه. عبدالله ابن زکوان المعروف به چی؟ اب زناد. بینندگان عزیز نگاه کنید، ما میخواییم بگیم اینها راوی روایات صحیح بخاری هست، یعنی بخاری روایات این رو به جای اسلام قرار داده. این کیه؟ ابن ربیعه گفته که لیس بثقه ولا راضی. خیلی خوب، نه آدمیست که اینجا رجمن مرزی باشه، نه مورد رضایت و نسقه. قال ابن عیینه جلست الى اسماعیل ابن محمد ابن سعید فقلت حدثنا ابو الزناد فاخذ کفا من حصا فحسبني فحسبني وصاد. میگه نشسته بودم پیش آقای اسماعیل ابن محمد ابن سعید، یه اشتباه کردم، شروع کردم به نقل حدیث، همین که گفتم قال ابو الزناد هیچی پیدا نکرد، دست رو زد زمین، مقداری شین گیرش اومد، زد کله من. گفت این کیه از اون نقل حدیث میکنه؟ یعنی اینقدر این شخص منفور بوده؟ یک مسلمان، یک عالم اهل سنت وقتی میشنود کسی میگه قال ابو الزناد قال رسول الله، تحمل نمیکنه، فلان فلان شده به قول چیزا، یعنی شما این چنین که میای اسم پیغمبر رو میچسبانی به فلان، بلند شد چیزی به من پرتاب کرد، چی بود؟ هیچی پیدا نکرد، ماسه بود، شین بود، دستش انداخ گرفت زد کله من. خب این چی نشان میده؟ واقع قضیه این است که یک آدمی که اگر بگه قال رسول الله مورد هجوم توبیق کتک مردم میشه. آقای بخاری رفته دست این آقای زناد گرفته آورده گفته قال رسول الله، به قال رسول الله هایی شما باید ما عمل کنیم. این از صحیح بخاری. قال مالک کان ابو الزناد، بله، کاتب بنی امیه. خب آقای خانه فرزادی عزیز، اگر ایشون کاتب بنی هاشم بوده، کاتب امام حسین بوده مثلا، آقای بخاری نقد میکرد؟ چه کسی از این وهابیت میپذیره؟ اینها طرفدار اهل میه، بارها میگن تو کتاباشون ما شیعه ها ما را متهم میکنن، ما همه دوستدار اهل بیتیم. شما که رهبرت ابن تیمیه گفته است که هر کس عزاداری کند به امام حسین بداند که پایه‌گذار این سنت شیطانه. شما یا ابن تیمیه را قبول ندارید، پس شما کسی دیگه هستید. اگر قبول دارید هر روز ده ها بار میگید که شیخ الاسلام، شیخ اسلام، شیخ اسلامی دارید، کسی که عزاداری کند به امام حسین، به اونها خطاب میکنه میگه بدانید پایه‌گذار سنت چی؟ عزاداری به امام حسین شیطانه. در حالی که اشاره کردیم در جلسه یکی از جلسات که علامه امینی از متون اینها کتابی تألیف کرده، ظاهراً 72-73 سند آورده، اهل سنت نوشتن اول کسی که عزاداری کرده به امام حسین در حالی که امام حسین یک بچه 4 سال بیشتر نبوده، اون زمان در رابطه با عاشورا از طریق علم غیب چه اتفاق خواهد افتاد؟ روزخانی را، مداهی را، گریه کردن رو پیغمبر به مردم یاد داده. اول من بادر به هذا الامر فهو رسول الله تعالی.
صلوات الله سلام. خب نفر 33 سلیمان ابن ترخان ابو المعتمر البصری از پایه‌گذاران روایت از پیغمبر هست از نظر آقایان، اما این کی هست که هر 6 کتاب اهل سنت از او اخذ حدیث کردن من جمله بخاری، در رأسش بخاری. این آقا کیه؟ ابن معین گفته مدلسه، یحیی ابن سعید گفته ما روا عن بله عن الحسن و ابن سیرین فهو چی؟ تدلیس، یعنی نه اونو دیده نه اینو دیده، دروغ میگه. قال یحیی ابن سعید مرسلا، استاد ابن سیرین که واضحه منظور از حسن حسن بصری بوده، حسن مطلقا حسن میشه حسن بصری. آره اگر مطلقا مطلق. حسن بصری میاد بله. حالا یحیی ابن سعید گفته مرسلاته شبلا شی انگار هیچند هیچه روایات مرسلیشون هیچه بود و نبودش مساویه. قال ابن المبارک لم يسمع من ابو المعالیه پس هر چی نقل کرده از ابو المعالیه چی میشه؟ بله. تدلیس. بله. نبادیم. قال ابو زرع لم يسمع عن اکرمه هر چی روایت کرده مدل تدلیسه. قال ابو حاتم لا اعلمه سمع من سعید ابن مسیب من اصلا نمیدانم ایشون از سعید چیزی شنیده باشه و چی میشه؟ مدلس. بله ابو غسان نهدی گفته لم يسمع من نافع ولا من عطا. ببینید 7-8 نفر اسمشون در تاریخ آمده، این آقای راوی بخاری از اونها نقل حدیث کرده که علمای اهل سنت گفتن، این آقای راوی اصلا اونها رو ندیده. یک مدلس استاندارد، یک تدلیسگر، یک مخلط، یک کذاب میشه دیگه، و این یکی از کسانی است که آقای بخاری از او اخذ حدیث کرده. سهیل ابن ابی صالح زکوان سمان تمام 6 کتاب اهل سنت از او اخذ حدیث کردن، آقایان وهابیون هم مرید این آقا هستن. ببینیم این کیه. ابن معین گفته ضعیف، ابو حاتم گفته ضعیف، میزان الاعتدال از ابن معین نقل کرده که گفته لم یزل اصحاب الحدیث یتقون حدیثه. لم یزل به معنی فارسی چی میشه؟ همچنان، همواره. بله. بله همواره پیوسته اصحاب حدیث، نمیگه یک نفر، همواره از نقل حدیث او چی میکردن؟ فرار میکردن، اجتناب میکردن. آقای بخاری چرا نقل کردی؟ مسلم چرا نقل کردی؟ اصحاب حدیث اونو قبول نداشته، شما چرا جا زدی که ایشون یکی از کسان معتمد هست؟ خیانت نیست؟ همه از اهل سنت، کتاب ها، راوی ها، داوران. آقای شبابت ابن سوار المدائنی اسمش مروان بوده، این آقا از کسانی است که هر 6 کتاب معتبر وهابیون من جمله بخاری از او اخذ حدیث کرده. در باره او آمده است ابو علی ابن المدائنی گفته یکی از بزرگان مدائن در خواب دیده بود مردی بله خوش سیما خوش لباس، به او گفت من دعا می کنم آمین بگید. گفت اللهم این کان شبابه یبغض اهل بیت نبی یک بله فهرق و فصعب فالج یا فلان، عبارت اینه که گرفتارش کن به چی؟ فلج. بله آقایی میگه من در خواب دیدم یه آقای خوش سیبا خوش لباس، گفت آقایان من دعا میکنم شما آمین بگید. خب دعا کرد خدایا اگر آقای فلانی همون راوی دشمن اهل بیت تو هست او را گرفتار قلنج بفرما، در خواب دیدم. حالا اون وقت میگه من فردا فلج. بله فردا بیدار شدن دیده میشون چی؟ فلج شد و تا ظهر مرد. این سابقه این آقاست. احمد او را کوبیده، ابو حاتم گفته لا یحتج به. خب اینا در متون اهل سنت شما از اول تا آخر نگاه کنید، مثل الجرح و التعدیل و امثال این کتاب رو، این مطالب رو نقل کردن. پس ایشون استاد یه اتهام دیگه هم داره که اتفاقا این رو احمد ابن حنبل اشاره میکنه بهش، میگه متهم هست که توی عقیده سالم هم مشکل داره.
از جمله این تعبیر رو به کار برده، کان داعیتن الى الارجاء، جزء مرجعه. بله مرجعه بوده، یعنی از مبلغان مرجعه بوده. که مرجعه پایه اندیشه و تشکیل دهنده ستون و فقرات حزبی بنی امیه بوده. بله همین، اون هم در یک شاخه که حالا ان شاء الله باید بحث کنیم، یک چیزایی توی این قضیه هست مردم بدونن مرجعه یعنی. بله 15 حدیث هم از ایشون تا جایی که میدونیم در کتاب الحیض، در جمعه، حج، صوم، شفعه، جهاد، بدء الخلق، در مغازی، تفسیر، الاعتصام و موارد مختلف 15 روایت از او در صحیح بخاری اومده. شخصی که از مبلغان مرجع است. بله. پس اگر اجازه میدی یکم معرفی کنیم. خواهش میکنم. آقای عامر ابن شراحیل ابن عبد، این 36 راوی صحیح بخاریه. وضع اینو دقت کنید. ابو حاتم، پدر ابو حاتم، 3 حاکم، 4 ابن المدینی، 5 تهذیب و تهذیب، همه او را متهم کردن به تدلیس. خودشون به متن روایات، به سند روایات دست می برده، نقل روایتیشون صحیح نیست و قول او حجت برای مسلمین نیست، که آقایان صحیح بخاری و بقیه 5 کتاب از ایشون اخذ حدیث کردن. بله متشکرم. نقد و نظر. استاد یک راوی دیگه از ضعفای صحیح بخاری. بله. اسرائیل ابن یونس ابن ابی اسحاق سبیعی، ایشون شخصی است 11 عالم رجال اهل سنت و مورد قبول اهل سنت. درباره ایشون مطالبی گفتن که شنیدنیه، که باید ابتداعا به این شکل داوری کنیم، از مجموع اظهار نظر علمای رجال خود اهل سنت، ایشون یکی از انسانهای ضعیف و متهم در تاریخ رجال هست. قطان در ترجمه ابی یحیی به شدت او را کوبیده، ایشون کیه شما از او اخذ حدیث کردید. در میزان الاعتدال او را، خطاهای او را شمرده. در تهذیب و تهذیب تضعیف قطان را منتشر کرده، ابن مدینی شخصا او را تضعیف کرده، ابن حزم او را تضعیف کرده در المحلا، کتاب مشهورشون. یعقوب ابن شبعه من یاد داشت کردم، شناختی هم ندارم از علمای اهل سنت هست، ایشون رو تضعیف کرده. 8 عالم عبدالرحمن ابن مهدی بنابر نقل تهذیب و تهذیب گفته اسرائیل، این آقای راوی، لصن یسرق الحدیث. لص به کسی، به دزدی میگن، زرزرکی، میره کالای مردم را میدزده. یه وقتی یه دزدی هست که میبینه مثلا در ترمینال یک کیفی اونجا هست، صاحبش اونجا نیست، تحریش میشه بدزده. خب این دزد. اما یکی میداند هم صاحب منزل هست، به زور در رو میشکنه، دیوار رو خراب میکنه، به زور میبره. اینا میگن دزد لص، دزدی که به زور. ایشون میگه این آقای راوی کتاب حدیثی که بخاری از اون نقل کرده، یعنی ناقل احادیثی که بخاری قبول کرده، این آقای ناقل یک لست استاندارده. قطان از او نقل حدیث نمی کند، میگه من از او چیزی نمیخوام که از زبان او بشنوم قال رسول الله. شورش گفته من از او حدیث نقل نمی کنم. همین آقای شورک یه تعبیری داره، اجازه بدید اینو بخونیم، عربیشو بخونم. لو لم ارو الا ان من ارضا ما رویت الا ان خمسه، اگر بنا بر این باشه من روایت نقل نکنم مگر اون کسی را که راضی هستم بپسندم، مگر اون کسی را بپسندم، اگر بنای من بر این باشه از هیچ کس روایت نقل نکنیم مگر اینکه میپسندیم، اگر اصل این باشه فقط 5 نفر میمونه، بقیه همه کذابن.
حرف کمیه؟ نه خیلیه. ابن عدی در کامل ضعفای رجال جلد دو صفحه 128 شماره 237 این قضیه رو آورده. خب این هم یکی از راویان صحیح بخاری و بقیه کتاب‌های معتبر آقایان وهابیون. راوی بعدی، حالا 300 خورده این دیگه، راوی بعدی از راویان صحیح بخاری اسماعیل ابن ابراهیم ابن معمر الهذلی، بخاری مسلم ابو داود نسائی از ایشون از همچه آدمی دروگوی حدیث نقل کردن. در تاریخ بغداد آمده او برای اثبات حقانیت اهل سنت میگفته لو تکلمت بغلتی لقالت انا سنیه. ایشون میخواسته خط مقابل خط اهل بیت رو اثبات کنه، بگه اهل بیت راست نمیگن ما راست میگیم. میگفت اگر قاطر من بنا بشه حرف بزنه اون وقت میگه من سنیم. قال ابن معین لا صلی الله علیه، خدا به او رحمت نازل نفرماید، ذهب الى الرقه فحدث بخمسة آلاف حدیث اخطأ فی ثلاثة آلاف. خدا او را نبخشد، رفت فلان منطقه 5000 حدیث به زبان پیغمبر نقل کرد، در 3000 تاش خطا کرده. این سرمایه بخاریه. احمد از او گفته اخذ حدیث نمی کنم و درباره او گفته و اخذ فی المحنه فعجاب فلا فلان. آخر از این است که ایشون یکی از کسانی است که شخصیت های بزرگ و خریت و نخبه رجال اهل سنت گفتن ایشون صلاحیت این را نداره این کسی قلم برداره و در کتابی بنویسه قال اسماعیل ابن ابراهیم قال رسول الله، ولی آقای بخاری و دیگران از ایشون اخذ حدیث کردن. اسماعیل ابن ابراهیم ابن مقسم الاسدی المعروف به علیه، این هم یکی از راویانه بله صحیح بخاری هست. البته هر 5 کتاب دیگر هم از ایشون اخذ حدیث کردن. عیب نداره، حالا عربی شما و ما دو نفری ترجمه کنیم این کی هست. این شخص کسی است که بخاری روایات ایشون رو نقل کرده. آقایی به نام ابن المبارک خطاب به ایشون این شعر رو سروده، یا جاعل علم له بازیا یستاد اموال المساکین. ای فلانی، ای کسی که اموال مساکین را چی میکنی؟ سید میکنی. احتلت للدنیا و لذاتها بحیلتن تذهب به دینه. بله، به خاطر دنیا و لذتهای دنیا حیلتی به کار بردی که نه دنیا دین را هم برباد میدهد. فصرت مجنونن بها بعد ما کنت دواء للمجانین. بله، خودت دوچار جنون شدی در حالی که چیزی که داری در واقع دوای جنونه. ها بعد ما کنت دوای جنون بودی، اما خودت تبدیل به چی؟ جنون شدی. مجنون شدی. بله. عین روایات و کفی سردها لترک ابواب سلاطینه. این نکته ظریفه، خیلی قشنگ. این روایاتی که تو فهرست میکردی کجان؟ اون روایات زیبا چه شد؟ امروز در به خانه سلاطین خوابیدی. عین روایات که فی ما مزا ان ابن آون و ابن سیرینه. اون جمله اول این است که عین روایات که فی سرد حال ترک ابواب سلاطین. میگه اون روایات زیبا چه شد برای ترک ابواب سلاطین؟ آخر روایت پیغمبر این بود که شما نروید دنبال سلاطین، شما نروید دنبال تواقید، اجتناب کنید. متن قرآن ما نیست، آیات ما نیست، روایت ما نیست. میگه چی شد اون؟ عین روایات و کفی ما مزا ان ابن اون و ابن سیرین. اون روایات زیبا که نقل میکردی پیغمبر فرموده از طریق ابن اون ابن سیرین، بله این طرف تواقید نروید، جباران نروید، خونخواران نروید، چی شد اون روایات؟ این قلت او کرهت و فهادا باطل زل حمار العلم فتینه.
عجیبه، من فکر کردم اگر... اصطلاح فارسیه، من اینجوری تا الان نشنیدم این شعر رو حضرت استاد. ان قلت او کرهتو، من به زور بودن اگر بگی عذر بیاری بگه بابا والله بالله من نوکر سلاطین طاغوتیان نبودم، مجبور شدم، اگر اینجوری زور بردن هره. اگر این حرفا بگی جوابت اینه، زل حمار العلم في التين، این ترجمه صریحش این میشه، در اون صورت خر علم در گل بماند. و قال علی ابن خشرم قلت لوحکی رأیت ابن علیه یشرب النبیذ حتی یحمل علی الحمار. آقا اینو ترجمه نکنیم، یحملو علی الحمار خیلی زننده است، اما اونا که اهل چیز هستن میدونن، یعنی آنقدر مشروب میخورد مست میکرد میپرید به الاغ. آنقدر نبیز حرام خون شراب خار بوده که جنازهش میفتادن میذاشتن روی چی؟ روی الاغ تا برگرده به منزلش. این آقا یحمل شما فرمید. بله بله، یشرب النبیذ، نبیز میخورد، شراب میخورده، حتی به وضعی میفتاده یحمل علی الحمار. انشالله این نباشه که یحملو علی الحمار. آقا مشروب این خواص رو داره. بله حالا یحمل درسته انشالله. حالا من تشخیصم این است که میگه ایشون رو بر میداشتن، جنازه مست شده ایشون رو میداشتن، لاشه ایشون رو. شما محفوظ به حیا میشین گاهی وقت استاد. یحتاجو به چی؟ من یردو الى منزله، طوری مست میشد آدرس منزل خودش هم چی؟ گم میکرده. این راوی احادیث بخاری نستجیر بالله، تاریخ بغداد جلد 6 صفحه 229 و اکمال و تهذیب الکمال جلد 2 صفحه 145. این هم یکی از پایه‌گذاران احادیث بخاری و 5 کتاب دیگر، یعنی صحیح مسلم، مسند سنن ابو داوود، نسائی، ترمذی و ابن ماجه. خب اسماعیل ابن عبدالله ابن عبدالله ابن اویس ابن مالک الاسبحی، این هم یکی از راویان صحیح بخاری است. بله، حالا این شخص قبل از این که شما معرفیش کنید برای ما، یعنی اسماعیل ابن عبدالله ابن ابی اویس، این شخص میخواییم بدونیم که چیه و چه کار است. قبلش بگم 250 حدیث حضرت استاد در بخاری داره. الله اکبر، 250 این آقایی که شراب خور بود؟ نه همین اسماعیل ابن عبدالله ابن ابی اویس. کلام می‌خوایم معرفی کنیم. کلام می‌خواد معرفی کنیم. با این سابقه ذهنی عزیزان بیننده بشنون این شخص رو که 250 حدیث از او در بخاری نقل شده. بله، این آدم از طرف 9 نفر از بزرگان علم رجال خود اهل سنت به شدت کوبیده شده. حالا ببینید به شدت هست یا نیست. اولا ببینیم چه کسی از ایشون اخذ حدیث کرده. صحیح بخاری، مسلم، ابو داوود، ترمذی، ابن ماجه. فقط نسائی گفته من از او اخذ حدیث نمی کنم. بله، فقط نسائی نیورده. ترمذی 8 تا از او نقل کرده، مسلم 7 تا، ابو داوود 1 و حتی احمد ابن حنبل یکی. فرمودید بخاری چند تا؟ 250. من آمار ثبت نکردم. 250 روایت از پیغمبر نقل کرده. بله. کی؟ حالا کی؟ این آقا اسماعیل ابن عبدالله ابن معین گفته او ضعیف العقل است. خب خدا بده برکت. خدا بده برکت. تهذیب الکمال جلد 3 صفحه 124. بعد در یک جا جناب ابن معین فرموده لا یساوی فلوسین، 2000 نمیارزه. 2000 نمیارزه. یعنی خود این آدم اینقدر بی سر بی پا بوده، ارزش اجتماعیش بین مردم به 2 ریال 2 فلوس نمیارزید. از ضعفاء الکبیر عقیلی جلد 1 صفحه 87. باز ابن معین گفته هو و ابوه یسرقان الحدیث. بله، خودشو هم خودش هم باباش حدیث میدوزیدن. دوزی حدیث چی میشه؟ بله، سارق بودن اینا دیگه. بله، به این معنا که روایتی رو از یه آقای الحدیث. بله، از یه آقای نقل کرده که میخورده به پیغمبر اسلام. این آقا سند رو گذاشته، خودش شروع کرده روایتی رو، گفته بله اینه، حدیث زید را به نام خودش ثبت میکرده و باباش هم سارق حدیث بوده.
الکامل و فی ضعفاء الرجال جلد 1 صفحه 525 و در منابع فراوان آمده. حالا حضرت علی یک دو مورد بیشتر اشاره اتفاقا من 10 منبع اینجا آوردم، حدودا 10 یا 8 مورد یا 9 مورد آوردم کتاب ها رو. آقای نسائی گفته میدونه چرا من ازشون نقل حدیث نمی کنم؟ چون یه آدم ضعیفی بوده لا یعتنا چی به. خب اونم از ضعفاء و المتروکین، بله صفحه 51. ابن عدی او را به خاطر نقل از دایش مالک توبیخ کرده. ششمی دولابی در ضعف ها گفته است که سمعتو ان نظر ابن سلمه یقول کذاب، با جمله مبالغه بخشید و اوزان مبالغه، ایشون زیاد دروغ میگه. اکمال و تهذیب الکمال جلد 2 صفحه 183. عن العزودی عن سیف ابن محمد انه کان یزع الحدیث، کان استمرار رو میرسونی. ایشون کارخانه یه چیزی داشته، حدیث سازی درست کرده بوده، حدیث میساخته، اصلا حدیثی که پیغمبر نفرموده. قال لالکائی، بله، توبیخ های نسائی باعث ترک روایات ایشون شده بوده. لالکائی از عالمان اهل سنت میگه چون نسائی آبرو ایشون رو برد، ایشون آدم دروغگو هست، کذاب است، یزع الحدیث، این باعث شده بود که اعتبارش از دست بره، ولی در این حال بخاری رفته از همچه آدمی، آدم کذابی نقل حدیث کرده. تهذیب الکمال جلد 3 صفحه 124. سلمت ابن شبیب گفته سمعته یقول ربما کنت ازع الحدیث لأهل المدینه اذا اختلفوا فی شیء فی ما بینهم. میگه من منکر نیستم حدیث میساختم، اما کی؟ به نفع مسلمین حدیث میساختم. اگر بین دو قبیله مشاجره علمی میشد یا مشاجره اجتماعی میشد، من چیکار میکردم؟ حدیث میساختم. قال رسول الله که قضیه اینطوری حل، یعنی مخواستم مشکلات مردم حل شه، اختلافات حل بشه، در نتیجه برای این عمل خیر، حل اختلاف، حدیث میساختم. خوی آقا بازم خودش اعتراف بکنه هنریست. بخاری از همچنین شخصی حدیث نقل کرده. اسماعیل ابن مجالد ابن سعید، وقت داریم؟ بله بفرمایید. دوستان یه اشاره به ما بکنه. بله وقت زیاد داریم، بفرمایید. فقط بخاری و ترمذی این آقا را انتخاب کردن نقل حدیث کردن. آقای نسائی 1، دارقطنی 2، سعدی در احوال الرجال، ابو زرعه، عزودی، اجلی، عقیلی در الضعفاء الکبیر، همه ایشون این آقای اسماعیل ابن مجالد ابن سعید راوی صحیح بخاری را متهم کردن به ضعف و محکوم به عدم حجیت قول او. هر چیشون بگه قابل اعتنا نیست. این هم یکی از راویان مورد اعتماد صحیح بخاری. آقای اسید ابن زید ابن نجیح الجمال الکوفی که فقط بخاری این آقا را انتخاب کرده، یعنی بقیه کتب اهل سنت از او، از اون 5 کتاب هیچ کدوم نقل نکرده. کذبه ابن معین و قال النسائی متروک، قال ابن حبان یروی عن الثقات المناکر و یسرق الحدیث، قال ابن عدی عامت ما یرویه لا یتابع علیه، قال ابو حاتم یتکلمون فیه، قال دارقطنی ضعیف، قال ابن ماکولا ضعفوه، قال الخطيب بغدادي غير مرضي الروايه، قال البزار حدث بما بله باحاديث لا يتابع عليها. بله. چند نفر شدن؟ 9 نفر. بله اینا همه 9 نفر از عالمان، بله ایشون متهم کرده، یکی گفته ضعیفه، یکی گفته اکثر روایاتی که از ثقات نقل کرده غیر قابل چی اعتماد از ثقه نیست، بعد یسرق الحدیث، سارق حدیث بوده، بعضی گفته اکثر روایاتش قابل اعتماد نیست، بعضی ها گفتن درباره او حرف هایی هست، بعضی ها گفتن ضعیفه، بعضی ها گفتن تضعیف شده، این آخر. این هم آقای اسید ابن زید ابن نجیح الجمال الکوفی، یکی از راویان صحیح بخاری که این همه مشکل داره، مشکل اعتباری داره.
ثور ابن یزید ابن زیاد الکلاعی ابو خالد الحمصی. جز مسلم همه از او اخذ حدیث کردن. ابن معین ابن رواد اوزائی، عمر ابن سعد، بخشید امر ابن سعد، یحیی ابن قتال او را تضعیف کردن. اما آقای عبدالله ابن مبارک گفته ایها طالب علما ائت حماد ابن زید فطلبن العلم منه ثم قیده بقید لا کثور و کجحم و کامر ابن عبید. این هم شعره. گفته که ایها طالب، ای طلبه ها، دنبال علم باشید ولی از امثال حماد ابن زید روایاتیشون رو مثلا جمع کنید. وقتی که از امثال حماد روایت گرفتید با قلم بنویسید نمانند ثور و جهم و عمرو بن عبید، از اینها اخذ حدیث نکنید. قال احمد نها مالک ان مجالستیه. وای بله. چی میشه؟ از هم نشینی با او نهی کرد. اصلا با او شما رابطه مجالست نداشته باشید. نشست برخاست شما با این شخص ننگه. این راوی بخاری ها. حالا یه چیز جالبی من دارم اینجا، اجازه بفرمایید. بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که مردم حمص، اینو ابو حمصی آخر، بله، ابو مسهر میگه، میگه عبدالله ابن سالم به من گفت، گفت وارد حمص شدم، بله سوریه، در یه شرایط خاصی وارد شدم و دیدم که این آقا رو ثور، بله، این رو بیرون کشیدن و خونش رو آتیش زدن. لکلامهی فی القدر، قدری بود، بله، به خاطر اینکه معتقد به موضوع قدر و اجبار بود، فرقه‌ای بود، فرقه‌ای، بله، کلامی. عرضم به حضور حضرت عالی، میزان و الاعتدال جلد یک صفحه 374 این مطلب اونجا آمده. خونه طرف رو بگیرن بسوزونن و صحیح بخاری باید بگه این راوی صحیحیه. جرمش چیه؟ به خاطر اینکه معتقد به قدری بوده، از قدری است. اما یه جهت دیگه هم اینجا داریم. قال ابن سعد کانم، بله، جده قتل یوم حنین مع معاویه فکان ثور اذا ذکر علیان یا بله ذکر علیان قال لا احب رجلا قتل جدی. طبقات زد، بله، میگه این شخصی بوده چون در جنگ صفین جدیشون در لشکر معاویه بوده با شمشیر علی بن ابی طالب یا با لشکر علی بن ابی طالب علیه السلام کشته شده بود، میگه پیوسته هر جا اسم علی علیه السلام میامد میگفت نه اسم این آقا نیارید، این که قاتل جد منه. چون از علی علیه السلام نفرت داشته، بخاری انتخاب کرده. این که من دارم میگم ما بعد از تتبع سالیان هزاران ساعت داریم میگیم بخاری این عناصر را چرا انتخاب کرده برای اخذ خبر، چون اینا دشمنان مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام. وقتی هم به مدینه بیاد بگن شهره شد به نسب. نسب یعنی مخالفت، آره، با اهل بیت. دشمنی با اهل بیتش در مدینه دیگه زبان زد شده بود. ایشون ظاهرا سال 153 سال وفاتشون هست، بله، این آقا قدری بوده، از ذکر نام حضرت امیرالمومنین پرهیز می‌کرده، بله، گریزان بوده. وقتی که کسی میگفته میگو خواهش میکنم اسم علی ابن ابی طالب نیارید که من تحمل ندارم. خب حالا الان جاش هست ما اینا اضافه کنیم دیگه. میگه آقایان دعوا سر چیست؟ یک مسئله واضح اگر بگیم روشن‌تر از آفتاب. چرا ده ها مورد از بخاری پرسیدن لما ترکت روایت فلان، چرا روایت فلانی رو ترک کردی در صحیح نیاوردی؟ جواب میدون چی گفته؟ فیه تشیع، بعض تشیع، با عباراتی که معناش اینه نه در اون حدیث، در فکر اون محدث. احسن. میگه از این آدم، اگرچه آدم معتبر متدینیه، خب قبول دارم، اما چون یه گرایشی به تشیع داشته اخذ حدیث نمی‌کنی. خب این بخاری آمار ان شاءالله خواهیم گفت، آمار را خواهیم گفت، از 146 هزار روایت کتاب‌های عمده اهل سنت فقط 4 خرده‌ای از اهل بیت نقل کردن، 4%،
45% خورده از دیگران. حالا ما اینجا یه سوالی داشتیم جناب آقای خونه فرزاده عزیز، میخواییم بگیم مطلب پیچیده است یا اصلا وا از هر من الشمس. یک قدمی ما برداریم برای تصالح، تسالم. بله. یه موقع ما با آقایان وهابیون هیچ اختلافی نداریم مگر یک چیز، اون این است که حاضر هستید بیایید این مطالب مربوط به بخاری رو حل کنید، حل کنید، بقیه قضایا حله، بخاری و بقیه کتابا. باشه، بخاری آمده از نظر خود شما آقایان 300 خورده ای، از نظر ما بیش از 400 خورده ای، از انسانهای دروغگو، کذاب، دشمن اهل بیت اخذ حدیث کرده. به ما جواب بگید، اگر کسی گرایش به علی علیه السلام داشته باشه اون مجرمه. اجازه بدید به قول مشهور میگن کلام ما چه بشه؟ منعقد بشه. اگر کسی شرابخوار باشه و جلاد حجاج باشه که بوده، تا حالا خوندیم، اینها بشون راوی حدیث. اما کسی بگه، میدونه که در صحیح بخاری چیزی به نام قال فلان قال علی علیه السلام که حجت نیست، اونجا به اون معنا که از باب حجت نیاورده. ما سوال میکنیم، تأکید میکنیم، تکرار میکنیم بارها و بارها، قضیه حله. من طلبه با شما مصالحه میکنم، به ما بگید چرا هر کس به علی علیه السلام کمی نظر مثبت داشته مبغوض بخاریه، و هر کس جلاد درجه یک حجاج ابن یوسف بوده هم خوندیم قطعا بوده. بله. اینها چرا معتمده؟ من پیشنهاد میکنم شما بیایید این جلاد مشهور چیه؟ حجاج ابن یوسف را به عنوان خلیفه راشد انتخاب کنید. استاد حرفای شما بسیار سیباست. نمیدونم رسول نمیدونم. بله بله. علی ابن ابی طالب خلیفه یعنی راشدینه. از خلیفه راشدین آقایونه. اگر کسی به خلیفه یکی از خلفای راشدین این آقایان گرایش پیدا بکنه مطروده، اگر راست میگن. اما اگر کسی از حجاج ابن یوسف نقل بکنه مقبوله. این چرا این اینجوری برام حل کنید؟ خب بیایید به قول شما حضرت علی رو وردارید به عنوان خلیفه چهارم، حجاج رو قبول کنید. اون کسی را که قبول دارید قبول کنید. خب بگذاریم از این حرفا، زیاد ما خیلی خوشبین نیستیم به دیدگاه وهابیت، اما طرف سخن ما حضرت استاد اهل سنت هست که معمولاً سنگر شدن برای وهابیان. برای عزیزان بیننده سپاسگزاریم. هدیه به روح مطهر حضرت نرجس خاتون، این برنامه رو به پایان میرسانیم. خدا نگهدار.